بیننده های کانال یوتیوب وان کوید بهار، من امروز پیاده رویم رو از خیابون ویلا یا همون استاد نجات اللهی شروع میکنم. این منطقه یک منطقه قدیمی در مرکز شهر تهرانه که حالا هوای متفاوتی داره. تعداد قابل توجهی از فروش صنایع دستی ایرانی از شهرهای مختلف توی این منطقه هست که عزیزانی که میان ایران، مسافرینی که به ایران سفر میکنن میتونن از این فروشگاه ها به راحتی صنایع دستی که میخوان برای سوغات با خودشون ببرن از خیابون ویلا تهیه کنن. خب این منطقه با توجه به اینکه اقلیت های مذهبی هم توی این منطقه زندگی میکنن، به خصوص ارامنه توی کلن این منطقه تهران زیاد هستند، خب کلیسا داره، کافه های مربوط به ارامنه رو توی منطقه داره و یه کافه قدیمی داره اینجا به اسم کافه قنادی لورد که پدر مادرهای ما خیلی با اینجا خاطره دارن قاعدتا. هم بذاریم ببینم میتونم ویدیو بگیرم براتون. سلام آقا، میتونم یه ویدیو بگیرم؟ مرسی. معمولا اینجا شیرینیشون انتخاب میکنن و با یه قهوه ترک در طبقه بالا میتونن از لحظات لذت ببرن. اینجا یه سکشن کوچیک برای تهیه قهوه هست و طبقه بالاش هم که سرو قهوه انجام میشه. یه کافه قهوه‌ای خیلی ساده و نوستالژی برای قدیمی ها و البته نسل ما. همطور که عرض کردم اینجا منطقه هستش که برای تهیه صنایع دست ایرانی بسیار مطلوبه و البته سازمان میراث فرهنگی هم یه بخشیش توی همین خیابون ویلا هست، خیابون نجات الله. موازی خیابون نجات اللهی یه خیابونی هست که بهش خیابون آبان گفته میشه که بازار بهجت آباد اونجاست که هر جور مواد خوراکی که یه مقدار یافتنش توی ایران سخته تو بازار بهجت آباد به راحتی میشه پیداش کرد. بزن یکم از صنایع دستی ایران نشون بدم. تک تکشون واقعا با ارزش. واقعا دسترنج هنرمندهای خوب و با ارزش ایرانی. بله، همونطور که عرض کردم منطقه ویلا و بازار بهجت آباد یکی از جاهای بسیار خوب برای خرید
مواد غذایی هستش که در ایران یه مقدار پیدا کردن شاید دشوار باشه. حالا الان من دو دلم که هم ویلا رو برم مستقیم پایین یا با هم بریم یه سر به بازار بهشت‌آباد بزنیم. الان هم که رسیدیم به خیابون ارشد، خسته نباشید. بریم بازار بهشت‌آباد، اداره کل میراث فرهنگی و انتهای کوچان که میخوره به خیابون آبان، آبان جنوبی. این منطقه تقریبا میشه گفت بافت قدیمیش رو حفظ کرده و اصالت قدیمی خودش رو داره. کافه ها و رستوران های خوبی در این منطقه هست که واقعا حال هوای متفاوتی رو داره، چون سازه ها سازه های قدیمیه و حضور توی این کافه رستوران ها به نوعی نوستالژی داره برای خیلی همون. البته اگه اهل کافه رفتن باشیم. خب بازارچه بهشت‌آباد یه بازارچه خیلی کوچولوه و این بازارچه انتهاش دقیقا همینجاییه که من دارم بهش میرسم و ورودیش هم که از خیابون آبان هست که الان ما هم دیگه واردش میشیم. این آخرین مغازه بازار بهشت‌آباد. این خیلی جالبه ها، یه دفعه تو مرکز شهر تو قلب پرهیاهوی تهران یه دفعه یه خونه قدیمی این مدلی دست نخورده باقی مونده. خب بذاریم ورودیش هم بهتون نشون بدم. ببینید چقدر خوشگله. بله دقیقا توی یه مرکز پر تردد اداری و پر رفت آمد تهران یه همچین سازه خوشگلی همچنان دست نخورده باقی مونده. خب اینم بازارچه بهشت‌آباد. یه بازارچه کوچولوه. انواع سس ها رو میتونیم اینجا پیدا کنیم. و انتخابتون هم محدود نیست.
خب یه نکته که باید بدونین این که خب مرکز تهران بسیاری از شرکت‌های بزرگ تو مرکز تهران هستن. ای بابا حالا چه صدایی میاد، نمیشه ادامه نداد، همین که صدای باعث آزار شما نشه. بله کل بازار بهشت آباد انقدره، ولی شما هر چی میخواییم میتونیم توش پیدا کنیم. داشتم این را خدمتون عرض میکردم، صدایی که میشنیدیم برش این پاچه ها بود. همطور که خدمتون عرض میکردم خیلی از شرکت های بزرگ، ادارات بزرگ که ممکنه برای آوتسورس کردن بخشی از کارها نیروهایی از کشورهای دیگه استخدام کرده باشن، تو مرکز تهران قرار دارن و خب قراردادها ممکنه که طولانی مدت باشه. کسانی که میان ایران بخوان مدت طولانی اینجا زندگی کنن و طبعاً ممکنه خونه اجاره بکنن اینجا بمونن و خب نیاز هستش که با اینکه ما انواع رستوران ها تو تهران داریم، ولی خب بخوان خوراکشون رو خودشون تهیه کنن و تامین مواد خوراکی این قشر شاید توی منطقه بهشت آباد خیلی راحت باشه، چون هم دسترسی براشون راحته و هم تنوع محصولاتی که میخوان در اینجا زیاده. خسته نباشید، من هم میتونم همین خیابون آبان رو ادامه بدم به سمت پایین و همین که برگردم به خیابون ویلا فعلا که همین خیابون آبان رو ادامه میدیم. توی دفعات آخری که من اومدم تهران یه سری کافه ها یه سری رستوران ها فعالیت نمی کنن و یا کانسپت دیگه ای رو برای فعالیتشون انتخاب کردن و به نوعی دیگه ای دارن بهره برداریش می کنن. تنوع این کافه رستوران ها هم توی خیابون ویلا میشه گفت زیاده. آره، که یه سری از اونها بسته شدن و یه تعدادی هم تغییر روی کرد در بهره برداریشون دادن. الان من تو خیابون آبان یا اگه اشتباه نکنم خیابون آزادی هستم و از یکی دو تا خیابون پایین تر دوباره به خیابون ویلا برمیگردم. امروز واقعا هوای تهران عالیه، واقعا عالیه. ما که منزلمون غرب تهران هست به راحتی میشد یه چشم‌انداز خیلی خوبی داشت از غرب تهران به مرکز. حالا مرکز که نمیشه گفت، ولی جاهایی که مدت ها نمیشد از خونه نگاه کرد امروز خیلی چشم‌انداز زیبایی داشت. ببین کوچه های این منطقه غالبا به این شکل هستن.
خیلی خوبی میوزه، هوا بسیار تمیزه و قدم زدن در این هوا بسیار بسیار لذت بخشه. من از خیابان پایینی به سمت بیلا مجددم حرکت میکنم، اگرچه که همه خیابان آزادی به سمت پایین که تشریف ببریم چندین کافه، رستوران که جدیدن بهره برداری شده، یکی دوتا کافه نوستالژی راه اندازی شده، ببخشید بربرداری شده و به خصوص غروب که حال هوای شهر از این حالت ترافیکی خارج میشه، واقعا بستر مناسبی تهران برای قدم زدن و لذت بردن از شهر. استاد جعفر شهری تا اونجایی که دانش من، یعنی من حضور ذهن دارم و من کتاباشون رو مطالعه کردم، استاد جعفر شهری چند جلدی دارن از تهران قدیم که همیشه بر من آخ ببینید چه خوشگله، یه چیزی شبیه به سقاخونه اینجا درست کردن چه بامزه. سقاخونه هم که قدیما شم روشن میکردن برای گرفتن حاجت و حال هوای خاصی به یه منطقه میدادن. عرض میکردم خدمتون که استاد جعفر شهری کتابایی داره در خصوص تهران قدیم، آنچه که من مطالعه کردم در رابطه باهاش، اطلاعات خوبی از تهران قدیم توی کتاباشون دادن، خوراکای تهرانی، ضرب المثل های تهرانی، گاهن ما تو خانواده خودمون یه حرفایی زده میشد که جمعونترها یا خودمون که سنمون کم بود گاهن باعث خنده ما میشد، تا اینکه من به سبب علاقه خودم شروع کردم مطالعه در رابطه باهاش و آشنا شدم با گویش تهرانی که بسیاری از کلماتی که شاید متصور میکنیم تهرانی ها به اشتباه تلفظ میکنند مربوط به گویش شیرین تهرانی هست. خب البته من الان منطقه‌ای که هستم تعداد زیادی هتل‌های کوچیک داره، هتل‌های خصوصی کوچیک داره، البته هتل دولتی هم داره، بود مثل هتل هویزه تو همین خیابون ویلا. که همطور که عرض کردم به واسطه مراودات تجاری زیادی که توی این منطقه انجام میشه و یا توریست هایی که دوست دارن در مرکز تهران اقامت داشته باشن به این هتل ها، یعنی در این هتل ها اقامت میکنن.
در ابتدا عرض بکنم خدمتتون که هیچ یک از مواردی که خدمتتون میگم گاهن ممکنه تخصصی نباشه و دانش شما از اون چه که من میگم قطعا بیشتر باشه. خواهش میکنم اگر جایی به اشتباه براتون شرح میدم در کامنت ها خطای من اصلاح کنین و مطرحش کنین تا همه با هم بتونیم یاد بگیریم و برامون مفید تر واقع بشه. ببینید تعداد زیادی از فروشگاه های صنایع دستی توی این خیابون هست. همه زنگ توی بهتر بهتون نشون بده. ببینین از اون سر که شروع کردیم، بعد ما رفتیم توی خیابون آوان، همه فروشگاه های صنایع دستی بود تا پایین پر از فروشگاه های صنایع دستیه. امیدوارم اونور خیابون نور آفتاب اذیتمون نکنه. بافت کوچه های خیابون ویلا خب من الان به خیابون ورشو رسیدم. سمت چپ خیابون شاداب هست. ظاهرا این خانم نباشن و سمت راست هم که خیابون ورش این ساختمان قدیمی الان کاربریش خانه اندیشمندان علوم انسانی شده. ابتدای ورشو این ساندویچ فروشی و پیزا فروشی هم شاید خیلی ها باهاش خاطر داشته باشن. سورن به این خاطر اومدم این دست خیابان که اینجا رو بهتون نشون بدم. همین خیلی خوبه که مثل خیلی از کشورهای دیگه که سازه های قدیمی رو تغییر کاربری میدن و ازش کافه، رستوران یا بوتیک هتل در میان یا هاستل میشه، ایران هم این شکل شمایی رو پیدا کرده و دیگه واقعا اگر شخصا من بخوام بگم که اگر کسی واقعا بخواد این همچین چیزی رو به اینه لمس بکنه میشه گفتش که کاشان بهترین مکان برای دیدن این حال و هوا هست. یعنی شما ببینید این خونه قدیمی رو بازسازی کردن، چه خوشگل، مرکز هنری در قلب تهران
شکل و زیباییش رو حفظ کردند و کاربری جدیدی بهش دادن. همینطور که عرض کردم، شهر کاشان واقعا از نظر حفظ خانه‌های قدیمی و تغییر کاربری خانه‌های قدیمی به ظرف قاطع میشه گفتش که یکی از بهترین مناطق ایران برای لمس این قضیه هست. خانه‌های قدیمی که بوتیک هتل شده، رستوران شده و یا به عنوان خانه پارچه، قالی بافی، به نوعی اون بافت قدیمیش حفظ شده. امیدوارم که روزی برسه که هیچ کجای دنیا و البته تو ایران زیبای ما هیچ فقیر و نیازمندی وجود نداشته باشه و هر کسی که میبینیم لبخند روی لبش باشه و از انرژی هم لذت ببریم و انرژی بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. همینطور که گفتم خوشحال میشم کامنتاتون رو بخونم. تعدادی از کامنتا که برام مقدوره توی برنامه‌ام گذاشتم که ازش ویدیو تهیه کنم و با شما به اشتراک بذارم. ممنون از این که ویدیوهای من رو دنبال میکنید و پیجم رو سابسکرایب میکنید. مرسی.